السلام علیکم، خوش آمدیم به برنامه رو در رو. دو خانواده با هم رو در رو قرار دارن، 4 ساله سوال جواب دادن، 300 امتیاز پوره کردن و 10,000 افغانی پول نقد بردن با دوسید موبایل مربوط مرحله اول میشه و شانس برنده شدن 500,000 افغانی را اونمو خانواده برنده مرحله اول دارن. برنامه رو شروع میکنیم به نام خداوند متعال و معرفی خانواده کریمی. تشویق کنیم و این خانواده را سومن رهبری میکنن. خوب هستن؟ برز سلام خدمت شما نمیشه روشن تیم مقابل عظیم تنتانان و بیندگان تلویزیون طلوع. هر یکی جمیله جان خانم برادر مست فارغ صنف 12، لیلا جان دختر خاله مست فارغ صنف 12، شازیه جان هم دختر امی مست فارغ صنف 12. خودتان دختر کی هستی؟ ما خودتان کی فارغ صنف 12؟ فارغ صنف 12. بسیار خوب، مشرف شدم. میریم به طرف خانواده ابراهیمی و این خانواده را امید رهبری میکنه. امید جان سلام، خوب هستم؟ خیرتی بخیر؟ بسیم بخیر، سلامت باشیم. معرفی کنیم؟ سلام و عرض ادب خدمت شما روشن جان، حاضرین در تالار و کسانی که ما را از طریق تلویزیون تماشا میکنه. این جانب امید ناجی، محصل صنف سوم رشته جامعه شناسی. ایشان داوود عاطفی، محصل صنف سوم رشته جامعه شناسی. حسین فلا، محصل صنف سه اکادمی ملی نظامی. و همچنان عزت الله محمدی، فارغ التحصیل از رشته انجینری. چی تان میشه اینا؟ پسر خالم، پسر مامایم، پسر خالم. بسیار خوب، حالا هر دو سر تیم میان سوال اول جواب میتن. تشویق کنید. شانس خوب بر دیتان. سوال کش مورد نفر میخوایم بپرسیم. سوال از قبل 100 نفر همکارای ما پرسیدن، 100 نفر که جواب داد، تعداد جوابای ما شده 7. کشور را نام ببرید که دوست دارید محفل عروسی تان را آنجا برگزار کنید. ترکیه. در ترکیه؟ بله. پیش خود پولاد علمدار. از؟ ترکیه. به کدام کشور دوست دارید محفل عروسی تان را برگزار کنید؟ ایران. ایران. احمد نژاد کیه که ببرا برشون؟ از؟ شما در طرف خانواده ببینین؟ رفتیم به طرف خانواده کریمی. جمیله، دوست دارید در کدام کشور محفل عروسی تان را برگزار کنید؟ سویدن. سویدن. بس. لیلی، دوست دارید در کدام کشور محفل عروسی تان را برگزار کنید؟ هندوستان. هندوستان. در میدان هم دیگه پونه هم باشه. اینی لگونه، اینی لگون. هست. خانواده ابراهیمی، بین خود مشوره کنین. شازیه، کشور را نام ببرید که دوست دارید محفل عروسی خودتان را در آنجا برگزار کنید. آلمان. آلمان؟ بله. کلگم اینطوری کنه یک دفعه. از؟ جرمنی. سومن، دوست دارید محفل عروسی خود را در کدام کشور برگزار کنید؟ تاجیکستان. تاجیکستان؟ بله. منیجه دولت. منیجه دولت خودشان همون در دل مگشت و در دل از نام بوده که در محفل عروسیشان همون باز بیه تم تلا لی 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 تم تلا لی. از؟ آمدیم به طرف خانواده ابراهیمی. عزت الله، کشور را نام ببرید که دوست دارید محفل عروسی خود در کشور بگیرید. وطن خودم افغانستان. افغانستان. حسین؟ دبی. داود؟ سویدن. امید، شما تصمیم میگیریم با این نام نظر باشین یا کدام چیز نو میخواین بگید؟ افغانستان. افغانستان. اگر جوابشان در بین جوابهای باز نشده بود بیشتر از 36 امتیاز میگیرن، ورنه 36 امتیاز خانواده کریمی میگیرن. است مبارک، 36 امتیاز آمد به طرف خانواده کریمی. جوابهایی که باز نشده با مک جای بخونین که 100 نفر کدام کشور را آرزو دارن که اونجا عروسی خود کنن و چی دلیل داشته. شاید اگر فکرم بیه برتان خواهد گفتم. افت، عربستان جای مقدس 6، انگلستان 5، کانادا 3، دبی 2، امریکا. دبی در این بین حسین گفته بودن اما سرتیم چون قبول نکردن نتونستن امتیاز را بگیرن. 36 امتیاز خانواده کریمی گرفتن بالاخره. حال سوال دوم میپرسیم از نفرهای دوم، جمیله و داوود جواب میتن. تشویق کنیم. شانس خوب بردیدون. سوال کشم دو نفر میخوایم بپرسیم. سوال از قبل 100 نفر همکارای ما پرسیدن، 100 نفر که جواب داد، تعداد جوابای ما شده 7. آماده هستین بپرسم؟ یک جایی را در کابل نام ببرید که دوست دارید آنجا یک رستوران بسازید. وزیر اکبر خان. وزیر اکبر خان.
از وزیر اکبر خان. شما هم شانس دارین. اینا رو بگوین. قرغه. قرغه. از شما به طرف خانواده ببینین بیاین. رفتیم به طرف خانواده کریمی. اینطوری کنین خب؟ به خاطر از اینکه مایکایتان گل میباشه صدایتان ما نمیشنویم یا بینندگان نمیشنوند. لیلی، جای را در کابل نام ببرید که دوست دارید آنجا رستوران بسازیم. سیاد. سیاد؟ بله. از شازیه، جای را در کابل نام ببرید که دوست دارید در او جای رستوران بسازیم. پل آرتل. پل آرتل. از خانواده ابراهیمی بین خود مشوره کنین. سومن، جای را در کابل نام ببرید که دوست دارید در او جای یا در او منطقه رستوران بسازید. شهر نو. شهر نو. از شهر نو بیشترین امتیاز. جمیله، منطقه یا جای را در کابل نام ببرید که دوست دارید در او جای رستوران بسازید. مکریان. مکرو ریان. از مکرو ریان. لیلی، جای را یا منطقه را در کابل نام بگیرید که دوست دارید در او جای رستوران بسازید. قصبه. قصبه. است. آمدیم به طرف خانواده ابراهیمی، در جاهای خود باشین. عزت الله، جای یا منطقه را در کابل نام ببرین که دوست دارین در آنجا رستوران بسازید. کوته سنگی. کوته سنگی. و حسین؟ پل سرخ. داود؟ کارت سه. امید، شما تصمیم میگیرین با اینا هم نظر باشین یا کدوم چیز نام میخواییم؟ با حسین جان موافقم، پل سرخ. اگر جوابشان در بین جوابهای باز نشده بود بیشتر از 43 امتیاز میگیرن، ولی 43 امتیاز خانواده کریمی میگیرن. از مبارک، 43 امتیاز دیگه هم آمد به طرف خانواده کریمی و مجموع امتیازهایشان 79 شد. بازم 100 تا دو جواب هنوز پوره نتونستن که جواب سوم خطرناک میکردن و نه شانس برنده شدن خود سوال سوم میساختن. خیر باشه، امتیاز حداقل دارن. جوابهایی که باز نشده با ما یک جای بخونین. 7 قلعه فتح الله. 4 تایمنی. 3 خیرخانه. 2 کارت. 4 جاییست که مردم دوست دارن تجارت رستوران داری داشته باشن. خب با میرقم میبینیم خانواده کریمی دارن 79، خانواده ابراهیمی هنوز 0. میریم به طرف یک وقفه، زود برمیگردیم. خوش آمدین. وقت پرسیدن سوال سوم رسید که 200 امتیاز داره، چرا که ضرب دو میشه. ویر جواب میده نفرهای سوم، لیلی و حسین. اردیشان تشویق کنید. نمیفهمم امروز چی شده که کلی گپ سره اینمی کسب و کار و تجارت اینا سوال آمده رئیس. این سوال قبل از 100 نفر ما پرسیدیم، 100 نفر جواب داد، تعداد جوابای ما شدن 6. شما دوستان قفل کردین؟ خب آسین تون تا پایتون بودم و فکر کردم دوستان تا اینجا. خب میپرسم، ولایت را در افغانستان نام ببرید که دوست دارید در آنجا تجارت کنید. 1 ایران. افغانستان. ایران. هست. هرات. هرات. هست. هرات. بیایم. رفتیم به طرف خانواده ابراهیمی. عزت الله، ولایت را در افغانستان نام ببرید که دوست دارید در آن ولایت تجارت کنید. کابل. کابل. است. کابل. امید، ولایت را در افغانستان نام ببرید که دوست دارید در آنجا تجارت کنید. مزار شریف. مزار شریف یا بلخ. است. بلخ. چون چندین سرحد با اینا نزدیک است و خوب مفادم به دست خاطر آوردین. اگر کاربار درست باشه. داود، ولایت را در افغانستان نام ببرید که دوست دارین در او ولایت تجارت کنین. غزنی. غزنی. از حسین، ولایت را در افغانستان نام ببرید که دوست دارید در او ولایت داد و ستد یا تجارت کنین. قندهار. قندهار. از قندهار. عزت الله، ولایت را در افغانستان نام ببرید که در او ولایت تجارت خوب است. فراه. فراه. از خانواده کریمی مشوره کنین. امید، ولایت را در افغانستان نام ببرین که دوست دارین در ولایت تجارت کنین. نیمروز. نیمروز. بس تا چاش تجارت میکنین نیمروز دیگه نه. نام ولایت البته نیمروز است. از آمده به طرف خانواده کریمی. شازیه،
ولایت را در افغانستان نام ببرین که دوست دارین در اون ولایت تجارت کنین. بدخشان. لیلی؟ موافق هستم. جمیله؟ من موافق هستم. موافق هستین؟ هیچ فکری هم ندارین در بالاش؟ نه. اگر شما وقت هم بتون فکر نمیتونین؟ نه بخیلا. بدخشان. اگر جوابشان در بین جوابهای باز نشده بود بیشتر از 142 امتیاز اینا میگیرن، ورنه 142 امتیاز خانواده ابراهیمی میگیرن. از بدخشان مبارک، 142 امتیاز به خانواده ابراهیمی. جوابهایی که باز نشده با مکجای بخونین: 6 کندوز، 3 جلال آباد، جایی است که در فکر صد نفر گشته، ولایت پردرآمد می باشه، ولایت تجارتش خوب می باشه که به سرحدها نزدیک باشن که در اوج داد و ستد صورت بگیره. خب البته از نظر صد نفر هم از نظر کلگی هم همونطور تقریبا باید هم باشه. سوال چهارم، سرنوشت ساز است به هر دو طرف، یک طرف 79 و یک طرف 142 امتیاز دارن، هر دو طرف فکر کنین صفر هستن، چرا که سوال چهارم امتیازش 300 امتیاز است به خاطر از اینکه ضرب 3 میشن اگر تمام جوابش باز شوه. شازیه و عزت الله رو تشویق کنید که سوال چهارم جواب بدن. شانس خوب بردیتان. سوالی که شما دو نفر میخواید بپرسیم، سوال از قبل 100 نفر هم کاری با پرسیدن، 100 نفر که جواب داد تعداد جوابای ما شدن 4. معمولا از گوشکی موبایل برای چی استفاده میکنید؟ برای شنیدن آهنگ. آهنگ شنیدن است؟ آهنگ شنیدن بیشترین امتیاز است. شماره شانس ندادن. بیاین اینا، رفتیم به طرف خانواده ابراهیمی. امید، معمولا از گوشکی موبایل برای چی استفاده میکنید؟ صحبت کردن. صحبت کردن، خصوصا اگه طرف چیز باشه میگه صدای کاز نمیاد. هست؟ صحبت کردن. داود، معمولا از گوشکی موبایل برای چی استفاده میکنید؟ برای سخنرانی گوش کردن. سخنرانی داشتن؟ گوش کردن. هست؟ حسین، معمولا از گوشکی موبایل برای چی استفاده میکنید؟ رادیو شنیدن. رادیو شنیدن. هست؟ خانواده کریمی، مشوره کنین یک جواب شما اگر پیدا بتانین. عزت الله، معمولا از گوشکی موبایل برای چی استفاده میکنید؟ برای فیلم دیدن در کامپیوتر. فیلم دیدن در کامپیوتر. فیلم دیدن. هست؟ فیلم دیدن. امید، از گوشکی موبایل برای چی استفاده میشه؟ آهنگ شد، صحبت شد، فیلم شد. 1 2 3 4 5. آمدیم به طرف خانواده کریمی. شازیه، از گوشکی موبایل برای چی استفاده می شود؟ برای تصویری گپ زدن در موبایل. تصویری گپ زدن. بله. لیلی؟ موافق هستم. جمیله؟ موافق هستم. تصویری گپ زدن. همه قضود موافق هستیم مثل پیشتر. تصویری گپ زدن. ویدیو کال. اگر جوابشان جواب شماره 3 بود 300 امتیاز اینا میگیرن، ورنه 225 امتیاز خانواده ابراهیمی میگیرن. است؟ مبارک، 225 امتیاز به خانواده ابراهیمی آمد. 367 خواهد شدن که همونطور هم شد. جوابی که باز نشده با مک جای بخونین. 3 گیم زدن. به گیم زدن هم این کار بشه، خصوصا اگر پابجی بازی کنن در موبایل که باز بگین حالا دما خون پر تو، حالا زیر پای از نفر باب پر تو، حالا برای کمک حالا مطلع بیار. گیم زدن خلاصه یا پابجی یا هر گیم دیگه. خانواده ابراهیمی 367 امتیاز دارن. ما شما خب چوب شیشتیم، یاد ما رفته که اینا برنده هستن. کم فزنیم برشان. شما 10,000 افغانی پول نقد برنده هستین از طرف برنامه رودرو و 200 موبایل پرایم برنده هستین از طرف شرکت خالق لمر. فکر کنم اردوش این دفعه زمین خورترک هست، چون رنگ تا رنگ شد، یکش تاچ اسکرین هست. شوخی میکنم دیگر خم گفتم اردوش از زمین خورترک هست، یک دفعه تری بود. خب تبریکتان باشه، بین خود یک مشوره کنین، دو نفر مرحله دوم انتخاب کنین. خانواده کریمی، تشکر از اینکه در برنامه آمدین. تشکر از شما، از تلویزیونتان. اصلا همی تلفن و پیسه مطرح نیست، فقط خواستیم یک برنامه داشته باشیم. سلامت باشین. بسیاری هم به مخاطر می آین، من می فهمم، چون اینا تلفن خودشان دارن دیگه، چی ضرور. خب امید، کی ها هستن؟ خودم و حسین جان. خیلی بیاین اردویتان، کف زنیم برشان. کدامتان اول میخواین جواب بدین؟ کدامتان به موسیقی علاقه دارین؟ اول
حسین جواب میتونم بیارم. موسیقی خوشم دارین؟ بله. از کی میشنوین؟ زیادتر از احمد ظاهر. خدا بیامرز. خب شما خیلی فعلا برین از اگان تارو بردان فیلمانم چه احمد ظاهر فکر کنیم بفرمایید. ما شما میریم به طرف یک وقفه، زود برمیگردیم. مرحله دوم رو در رو خوش آمدین. اگر 200 امتیاز دو نفر بگیرن 500 هزار افغانی در برنده بشن. گپ هم اینجاست که آیا دو نفر 200 امتیاز میگیرن؟ حسین پنج سوال میپرسم، 20 ثانیه وقت دارین که با پنج سوال جواب بدین. اگر کدام سوال را زود جواب دادن نمیتونین بگین بگذر، از 20 ثانیه وقت باقی مانده بود اما سوال که شما گفته بودین بگذر باز میپرسم. و امید هیچ کمک برتان نمیتونه، فعلا سرگرم شنیدن موسیقی صدای ما را نمیشنوه. وقت شما که 20 ثانیه شروع به کم شدن میکنه بعد از ختم سوال اول. آماده هستین؟ بله. این تو بلند جواب بدین. 20 ثانیه آماده. یک شخص در سن چند سالگی بیشتر دریشی میپوشد؟ 21. یک نامی را بگویید که دوست دارید بالای پسرتان بگذارید. احمد. یک اشاره گزنده را نام ببرید. گژدم. شغلی را نام ببرید که انجام دادن آن پرخطر است. درایوری. یک پرزه موتر را نام ببرید که بدون آن موتر کار نمیکند. اشترینگ. گپ بزنیم برشان. ما در اول از شما پرسیدیم یک شخص در سن چند سالگی بیشتر دریشی میپوشد و شما گفتین 21 سالگی. از نظر 100 نفر چند امتیاز داشته 21 سالگی؟ 0. دوم پرسیدیم یک نامی را بگویید که دوست دارید بالای پسرتان بگذارید و شما گفتین احمد. چند امتیاز داشته از نظر 100 نفر احمد؟ 19. سوم پرسیدم یک اشاره گزنده را نام ببرید و شما گفتین گژدم، که همی اصلا کژدم است، به نام دریش باز گژدم شده. چند امتیاز داشته ای؟ کژدم 15. چون دومش کژ است، با مدوم هم نیش میزنم گژدم نی؟ شاید. و چهارم پرسیدم شغل را نام ببرین که انجام دادن آن پر خطر است و شما گفتین دریوری. اگه صحیح درایو یاد داشته باشه پر خطر هم نیست. زیاد پر خطر است. دیگه کشورها معمولا شغل را کسی انجام نمیده، بیشتر دو علاقه نداره، درایوری است. چون زیاد خطر داره. چون دیگه کشورها آب مدنی هم آزاد فروخته میشه، خاطر از اون شاید باشه. چند امتیاز داشته؟ 20. تا حال گفته شما هم بهترین امتیاز هم اینه میداشته که در بین چهار جواب شما دادین. و پنجم با پرسیدین یک پرزه موتر را نام ببرین که بدون آن موتر کار نمیکنه و شما گفتین اشترنگ. هدفتان از امیون چیز هست؟ چند امتیاز داشته؟ 31. 85 امتیاز گرفتن، 115 امتیاز دیگه نیاز دارن که اینا 200 امتیاز پورا کنن، 500 هزار افغانی رو ببرن. امید 115 امتیاز گرفتن میتونن، شما تشویقش کنین که بارو هویا بیای سر استیج بفرمایید. امید جان خوش آمدین. اگر مویتان یک رنگ خاص نمی داشت احساس میشد شما کلای تانکستار را پوشیدین، چون امی کوشکی مویتان یک کمک چیز خدا این نمی رقم این بسیار مقبول شد. مقبول هم بود. ما در آرزوی همون تک موی هستم اما ندارم. نداره میگن در روزا میای همون تک موی هست. میای پنج سوال تکراری از شما میپرسم، پنج جواب جدید بتن. اگر جواب تکراری بتن این صدا را میشنوین، این صدا را که شنیدین زود جوابتان را تغییر بدین که امتیاز گرفته بتانین. به خاطر از اینکه شما جواب تغییر میتین 5 ثانیه زیادتر وقت میتین بتانین که در کل 25 ثانیه وقت دارین. آماده هستین؟ بله. وقت شما شروع به کم شدن میکنه بعد از ختم سوال اول. یکان سوال میتونین بگین بگذر. 25 ثانیه آماده. یک شخص در سن چند سالگی بیشتر دریشی میپوشد؟ 18. یک نامی را بگویید که دوست دارید بالای پسرتان بگذارید. وسیم. یک اشاره گزنده را نام ببرید. مالاریا. چیزی را نام ببرید که انجام دادن آن پرخطر است. دریوری. شغل را حال تکرار است. ورزش. یک پرزه موتر را نام ببرید که بدون از اون موتر کار نمیکنه. تایر. بله بی تایر موتر را نمیکنه. من در اول شما پرسیدم یک شخص در سن چند سالگی بیشتر دریشی میپوشد و شما گفتین 18 سالگی. اونا 21 گفتن 0 گرفتن، شما 18 خود گرفتین یک چیز امتیاز. چند امتیاز داشته اگر داشته؟
صفر. بلندترین امتیاز از 35 سالگی بود. هرچه سن بالا شده میره، اما قبا کرتی اینا اما دریشی اینا یکمک سنگین‌تر نشان میده در لباسای رسمی. البته دوم پرسیدم یک نام را بگوید که دوست دارید بالای پسرتان بگذارید. شما گفتین وسیم. چند امتیاز داشته وسیم؟ صفر. بلندترین امتیاز از محمد بوده. سوم پرسیدم یک اشاره را یک گزنده را نام ببرید. شما گفتین ملاریا. امتیاز پشه را خواهد داشت اگر داشت. چند امتیاز داشته؟ 33. پشه ملاریا بلندترین امتیاز بود. و چهارم پرسیدم شغل را نام ببرین که انجام دادن آن پرخطر است. و شما گفتین ورزش، خصوصا اگر مبارزه آزاد باشم. بله که خفق میکنه شما. چند امتیاز داشته؟ صفر. بلندترین امتیاز ازی اتفاقیه بوده که بین آب و آتش هستین. و پنجم پرسیدم یک پرزه موتر را نام ببرین که بدون آن موتر کار نمیکنه. و شما گفتین تایر. چند امتیاز خواهد داشتن ازتون؟ 118 هستین. 82 خواهد داشت؟ ها چرا ندارم. ها چند امتیاز داشته؟ 25. بلندترینش اشترینگ بود که قبلا گفته بودن. 143 امتیاز اگر بتن 57 امتیاز کم آوردن که 200 امتیاز پوره کنن. 500,000 افغانی را برنده شده خانواده چهارم باشن. خیر باشه. 10,000 افغانی پول نقد و 200 موبایل خو برنده هستن که یکش تجهیزگیری نامه است. کف بزنین برشان. مبارکتان باشه. سلام باشه. سلامت باشین. شما خانواده عزیز اگر میخواهید در برنامه رودرو اشتراک کنید فقط با 456 زنگ بزنید. کلید 622 را فشار بدید. نام 4 نفر را بگید. در برنامه را پیدا میکنید. این بود برنامه امشب. ما تا شبهای دیگر الله نگهدار. برای تماشای قسمت قبلی برنامه اینجا کلیک کنید. برای تماشای قسمت بعدی برنامه اینجا کلیک کنید. اگر میخواهید در یوتیوب با ما بپیوندید اینجا کلیک کنید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک کنید، کامنت بگذارید.